اینترنت پدیده ای عجیب و غیر قابل پیش بینیه. هر از چندی موضوعی ترند میشه و گاهن به رشد و دیده شدن محصولات، فرهنگ‌ها و رسانه‌ها کمک می‌کنه. یکی از آثاری که طی چند سال اخیر ثبات خودش رو طی حکومت وحشتناک اینترنت در سطح جهانی حفظ کرده، قطعاً سری‌بازی GTA. ترندهایی که با وجود GTA 5 به اوج خودش رسید و باعث شد که این بازی پرفروش‌ترین محصول یک سرگرمی در طول تاریخ لقب بگیره. متأسفانه محبوبیت GTA باعث شده تا طی سال‌های اخیر بسیاری از افراد با ساخت کلون‌های این عنوان تلاش کنند تا از شهرت فرانچایز راکستار برای رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی خودشون کمک بگیرن. حالا که نسخه ششم GTA به طور رسمی توسط راکستار تایید شده، بهتر نگاهی به بدترین ریپ‌آف‌های GTA در طول تاریخ داشته باشیم. عنوان کرایم لایف 2 یکی از کلون‌های ناشیانه GTA که سعی داره داستانی دلخراش رو روایت و مخاطب رو به هر شکلی که هست تحت تأثیر قرار بده. افتتاحیه بازی از شیوه تکراری شروع فیلم‌های جنایی درجه چندم استفاده کرده و با پیاده شدن یک فرد بدچهره از اتوبوس استارت می‌خوره. بعد از اون بازیکن اجازه داره تا در جهان بازی به صورت آزادانه بچرخه و انواع و اقسام قتل و جنایت رو مرتکب بشه. البته عملکرد هوش مصنوعی بازی اونقدر بده که ممکنه پیش از اقدام شما NPC مورد نظر با انواع و اقسام روش‌ها خودکشی کنه. شهروندان در کرایم لایف 2 در جهت‌های تصادفی پرسه می‌زنن تا زمانی که تصادف با یک وسیله نقلیه اونها رو از پای در بیاره و کالبدشون رو به تلی از پول نقد تبدیل کنه. فیزیک بازی به شدت اغراق شده و بدون تعادله. به طور کلی هیچ هدف مشخصی رو نمیشه با بازی کردن کرایم لایف دنبال کرد. کرایم لاین که با نام استروکن کاونت 4 هم شناخته میشه، به فرمول GTA و ارائه جنایات در شهرهای بزرگ پایبنده. با وجود شخصیتی که از نبود آرنج دست رنج میبره، برای راه رفتن قدم بر نمیداره و با یک ضربه کار همه رو میسازه، تجربه بازی در نوع خودش جالبه. برخلاف عنوان قبلی، اثر کرایم لاین فعالیت‌های اعتیادآور زیادی چون استخر بازی، برداشتن بسته‌های مرموز، خوردن غذا با سر و صدای زیاد و برانگیختن جنگ با تن و ساکنین سیاه‌پوست شهر رو شامل میشه. البته باید مراقب افسران پلیس حاضر در سطح شهر باشید، چرا که وقتی تعداد ستاره‌های جنایت شما زیاد بشه، پلیس‌ها سعی می‌کنن تا سرحد مرگ شما رو بغل کنن. هر دو تا عنوان قبلی رو فراموش کنید. بازی کرایم سیتی 2 یک شهر کامل رو شامل میشه که اساس اون بر پایه جنایت گذاشته شده. البته که ارتکاب جنایت در این شهر کوچک کار چندان آسونی نیست، چرا که شهروندان هر کدوم کلون‌های شناور یکدیگه هستند و با سرعت حداقل 30 مایل حرکت میکنن. به مکان جدیدی تلپورت میشن و گاهی به کلی غیب میشن. با سوار شدن یک وسیله نقلیه همه شهروندان و بیشتر مناظر ناپدید میشن. مضاف بر اینکه مطلقاً هیچ سلاح یا چیزی برای آسیب وارد کردن به NPC ها در بازی وجود نداره. البته میشه به یکی از نکات مثبت کرایم سیتی 2 اشاره کرد و اون هم اینه که شخصیت شما در ابتدای بازی با دارایی 999,999,999 دلار شروع به فعالیت میکنه. هرچند هیچ راهی برای خرج کردن پول هاتون در بازی وجود نداره. ظاهرا سازنده به فکر جیب کاراکتر شما هم بوده. فرض کنید به دنبال تجربه شبیه به گرند تفت اوتو روی گوشی همراه خودتون هستیم و نسخه های قبلی GTA که روی موبایل عرضه شده رو هم بازی کردیم. به طور اتفاقی در اپستور با گنگستا اوتو تیف برخورد میکنید، عنوانی که حتی اسمش هم تقلیدی از GTA یه. اما گول اسم این بازی رو نخورید. این نوع بازاریابی تنها جهت جذب مخاطبان GTA انجام شده. این بازی نه تنها شباهتی به گرند تفت اوتو نداره، بلکه به طور کلی یک اثر جهان باز هم نیست و گیم پلی اون به یک رانندگی مزخرف خلاصه میشه. گنگز آف نیویورک بر اساس فیلمی با نام فوتلوس ساخته شده، عنوانی که در خیابان‌های پایین شهر نیویورک و در خانه‌های یانکی‌های نیویورکی یا افرادی که اونجا متولد شدن یا ساکنن دنبال میشه. شما در نقش یک فرد روس که روسیه رو تنها برای زندگی در نیویورک ترک کرده بازی می‌کنید. سریعاً با یک رئیس مافیا در این شهر آشنا می‌شید و زندگی جنایتکارانه‌تون رو استارت می‌زنید. متأسفانه اون هرگز به طور دقیق نحوه انجام این جنایات رو فاش نمی‌کنه. در نتیجه بازی شامل یک گشت و گذار کاملاً ناهموار و گیج کننده در فضایی که از نظر فنی فاجعه ای بیش نیست. البته ما بقیه بازی رو براتون اسپویل نمی‌کنیم، به این دلیل که مطلقاً قادر به توضیح هیچ یک از بخش‌های بازی و هدف اون نیستیم و صرفاً این روند ما رو عصبانی خواهد کرد.
قرار بود تا Right to Hell Retribution یک شبیه‌ساز جنایی جهان باز باشه. حداقل زمانی که دیپ سیلور در سال 2008 این بازی رو معرفی کرد، شبیه به گرند تفت اوتو در فضایی در دهه 1960 به نظر می‌رسید. جایی که باید به عنوان یکی از اعضای باند موتورسواران Hells Angels در غرب آمریکا به جرم و جنایت می‌پرداختیم. 5 سال بعد از معرفی، زمانی که Right to Hell Retribution عرضه شد، اصلاً شبیه به چیزی نبود که طرفداران انتظارش رو داشتن. طبق گزارش‌ها در مراحلی از تولید به نظر سازنده و ناشر متوجه شدند که جاه طلبی های اونها برای این بازی بیش از حده و پاسخگوی بودجه و زمان تولید نخواهد. پس تصمیم میگیرند تا هر چیزی رو که تا اون مرحله توسعه دادن نادیده بگیرند و Right to Hell رو در قالب جدیدی پیکر بندی کنند. متاسفانه نتیجه یکی از بدترین بازی های تاریخ ویدیو گیم شده. در حالی که راکستار با GTA آنلاین در حال پول چاپ کردنه، فضای رقابتی آنلاین برای بازی‌های شبیه به GTA بسیار سخت و ناعادلانه دنبال میشه. حالا در نظر بگیرید که عنوانی قصد ورود به این فضای رقابتی رو داشته ولی از نظر کیفی حرفی برای گفتن نداشته باشه. البته روی کاغذ همه چیز در رابطه با APB All Points Bulletin خوب به نظر میرسه. در بازی آنلاین میتونید در نقش مجرم یا پلیس وارد خیابان‌های کلان شهری خیالی با نام سن پارو بشید و مراحل بازی رو پیش ببرید. نکته جالب در پیوند این بازی با GTA اینه که کارگردان APB دیوید جونز که سالها پیش سری گرند تفت اوتو رو خلق کرده، اما بعد از انتشار APB منتقدان چندان با این بازی مهربون نبودن. بسیار از اصحاب رسانه شکایت داشتن که بازی ناتمام به نظر میرسه. سیستم‌های اصلی تیراندازی و رانندگی شلخته و تکراری ان و خیابان‌های سن پارو همگی یکسان هن. تنها چند ماه بعد از عرضه APB توسعه دهنده اون یعنی Real Time Worlds از هم فرو پاشید و سرورهای آنلاین APB هم بسته شده. در نهایت اما شرکت بازیسازی کره K2 Network حقوق این بازی رو خریداری کرد و اون رو به عنوان یک بازی رایگان در دسترس عموم قرار داد. اما باز هم این اثر با استقبال خوبی روبرو نشد، چرا که بسیاری به سیستم پلی تو وین اون معترض بودن. وقتی در سال 2003 عنوان True Crime Streets of LA عرضه شد، اولین بازی جهان بازی بود که GTA رو به چالش واقعی دعوت میکرد. پس میشه گفت که True Crime یک کلون مستقیم از GTA نیست. در این بازی شما به جای یک تبهکار کنترل یک مأمور پلیس رو به دست میگرفتید. عنوان True Crime Streets of LA یک خط داستانی چند شاخه رو معرفی میکرد که با موفقیت یا شکست در هر مأموریت تغییر جهت میداد و باعث میشد احساس کنید که اقدامات شما تا چه حد دارای اهمیته. این بازی به جای خلق یک شهر تخیلی در شهر لس آنجلس دنبال میشد و ستاره های هالیوودی مانند کریستوفر واکن، گری اولدمن، رودریگز و مایکل مدسن رو با خود همراه کرده بود. همین موضوع برای ساخت ادامه True Crime کافی به نظر میرسید. در اینجا بود که مشکلات دامنگیر فرانچایز شدند. ادامه نسخه اول با نام True Crime نیویورک سیتی عرضه شد و هیچ ایده جدید و تاثیرگذاری رو با خودش به همراه نداشت و البته ایده های قبلی رو هم نتونست به خوبی پیاده سازی کنه. سیستم اخلاقیات خوب و بد در سال 2005 فاقد جذابیت قبل بود و طراحی نیویورک هم چنگی به دل نمی‌زد. در نهایت مشکلات فنی باعث شد تا True Crime New York City خیلی زود به دست فراموشی سپرده بشه. پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولا پایه و اساس هر اثری در مدیوم ویدیو گیم رو با محوریت جنایات سازمان یافته از جمله GTA رو گذاشت. بنابراین خیلی تعجب آور نیست که کسی The Godfather رو به یک بازی ویدیویی تبدیل کنه. چیزی که شگفت انگیزه اینه که الکترونیک آرتس موفق شد تعدادی از بازیگران اصلی فیلم رو برای ایفای مجدد به بازی ویدیویی پدرخوانده دعوت کنه. نسخه اول بازی The Godfather رو میشه کلون قابل قبولی از GTA دونست. با اینکه بازی ایده جدیدی برای ارائه نداشت، اما همچنان دوست داشتنی بود. اما این موضوع در مورد ادامه بازی صدق نمی کنه، جایی که The Godfather 2 پر از گلیچ های اعصاب خورد کن بود و مأموریت های بازی خیلی زود تکراری می شدن. منتقدین بازی رو مورد نقد شدید قرار دادند و مخاطبان هم از بازی استقبال نکردند. بازی پدرخوانده 2 کمتر از 250,000 نسخه فروش داشت که همین موضوع سبب شد تا EA برای همیشه ساخت ادامه ای برای اون رو از برنامه کاری خودش حذف کنه.
دو نسخه ابتدایی درایور در فضای جهان باز دنبال میشن، ولی ابدا حس کلون جی تی ای بودن رو منتقل نمیکنن. دلیل اون هم این موضوعی که نسخه اصلی درایور در سال 1999 عرضه شد، یعنی حداقل 2 سال پیش از زمانی که جی تی ای 3 فرانچایز راکستار رو وارد فضای سه‌بعدی کرد. در اون سالها با بازی کردن درایور 1 و 2 حس روندن یک خودروی پرسرعت در فیلم هالیوودی پرفروشی برامون تداعی میشد، اما این موضوع در نسخه سوم به بدترین شکل به حاشیه رونده شد، به این دلیل که درایور 3 سعی کرد تا به یک تقلید کامل از جی تی ای تبدیل بشه، جایی که دیگه رانندگی و مسابقات خیابونی تمرکز اصلی بازی نبود و اکشن های بی کیفیت چاشنی کار شده بودن. کنترل بد، دوربین فاجعه و هر چیزی بجز رانندگی در درایور 3 کابوسوار دنبال میشد. ظاهرا سازنده به این درک نرسیده بود که اگر مردم بخوان جی تی ای بازی کنن، جی تی ای بازی میکنن. یوبیسافت در نهایت این سری رو با درایور سان فرانسیسکو به مسیر خودش برگردون که بازیکنان رو به جایگاه واقعی خودش پشت فرمون خودرو مینشون. هرچند سال هاست که از درایور جدید یوبیسافت هم خبری نیست. خب به پایان این آیتم رسیدیم. نظر شما در رابطه با ریپ آف های جی تی ای چیه؟ نظرات خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی حتما کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.